سازمان همکاری اسلامی در توییت نگاشته که 49 نشست شورای وزیران خارجه این سازمان تحت عنوان اعتدال کلید امنیت و ثبات به تاریخ 15 و 16 مارچ در کشور موریتانی برگزار می شود. این سازمان افزوده که در این نشست در کنار مسائل سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و رسانه‌ای در مورد افغانستان و فلسطین نیز گفتگو خواهد شد. سلام، وقتتان بخیر. با یکی دیگر از برنامه های بدلون با من عبدالمتین خوشمند خوش آمدید. در برنامه کنونی پیرامون همین نشست بیشتر صحبت میکنیم با آقایان محمد رفیق صادقیار، آگاه مسائل سیاسی، عبدالباسط الهام، استاد پوهنتون و همچنان دکتر حاطف مختار، رئیس مرکز مطالعات استراتژیک افغانستان. مهمانان گرامی، هر سه شما را به بس خوش آمدید میگم. استاد الهام، اگر با شما آغاز کنیم، اساساً جایگاه اینمی سازمان همکاری اسلامی از دید شما در کجا قرار دارد تا بر مبنای از او ما تصمیمات زیر چقدر مهم میتونیم بشماریم؟ بسم الله الرحمن الرحیم. از خپل سلامونه د بحث کړنوالو تاسو ته او ګرانو لیدونکو ته وړاندې کوم. سلام به شما. اساسي بحث دا ده چې د نړیوال سازمانونو که هغه په کل کې منطقوي سازمانونه اوسي، نړیوال سازمانونه اوسي، یا هم یو د خاص ایډیالوژي په اساس رامنځته شوي سازمانونه اوسي لکه د اسلامي همکاریو سازمان، د دې حیثیت او اعتبار نن سبا په هیوادونو باندې فشار راوړلو، د اغېز او اثر پرېښودلو، همدارنګه د هیوادونو یا په کل کې په نړیواله سطحه باندې د اجماع رامنځته کولو، د هیوادونو تر منځ همغږي رامنځته کولو لپاره ډېر زیات مهم دي. نن سبا لکه تاسې وګورئ، د دولتونو پخوانی حاکمیت نه ده پاتې، ته ډېره لکه حاکمیتونه چې دي یو څه سوال لاندې راغلي دي. نړیوال سازمانونه چې دي نن سبا د هیوادونو سره موازي حاکمیتونه په نړۍ کې اعمالوي. نو په لحاظه د اسلامي همکاریو سازمان کار چې په کل کې تر ډیره تشریفاتي او عملی اقدامات نه لري، شکلیاتي مسایل مخته بیایي او تر ډیره داسې موثر اقدام نه لري، خو په هر صورت که چیرې واوسي په کل کې د اسلامي هیوادونو د همغږي دپاره، هماهنګۍ لپاره او د ځینو هیوادونو په وړاندې د واحد دریز رامنځته کولو لپاره په خپل ځای کې یو خاص اثر لري. نو په لحاظه دغه سازمان کې که چیرې کومه غونډه دایریږي او د افغانستان په ارتباط د اسلامي هیوادونو یو تصمیم نیول کېږي یا دریز مشترک وضع کېږي، نو یو ډول باندې په افغانستان په ارتباط باندې ټول اسلامي نړۍ په یو صف کې درېږي او د هغوی نظر واحد کېږي. نو په لحاظه سازمان، دغه سازمان تر ډېره عملي اقدامات نه سي کولی، خو یو ډول باندې تبلیغاتي، یو ډول باندې د هیوادونو تر منځ، د اسلامي نړۍ د هیوادونو تر منځ همغږي رامنځته کولو، د افغانستان دپاره د مشورې او طرحې ورکولو په ارتباط کولی سي چې یو مسیر واقع سي، د اوسني نظام په تصامیمو پالیسیو باندې د اثر پرېښودلو لاره کولی سي چې یو څه اغېز او اثر په دې مسالو کې پرېږدي. بسیار خوب، تشکر آقای الهام. و صادقیار صاحب، اگر نظر شما را هم داشته باشیم، شما صحبت آقای الهام شنیدین، این نشست ها در کل اساسش از دید شما چی میتونه باشه و چی سوده مشخصا بالای کشورهای اسلامی و مخصوصا که یاد شده در باره افغانستان هم گفتگو میشه در این نشست بالای افغانستان خواهد داشت؟ بسم الله الرحمن الرحیم. اولتر از همه احترامات خویش را به مهمانای گرامی شما و همکارای تخنیکی و بیننده های عزیز تلویزیون ملی تقدیم میکنم. اگر ما و شما در شرایط امروزی ببینیم، تمام سازمان ها و تمام ارگان هایی که هست یا خود مختار نیستن و هیچ وقت ما از ایتو یک تمی را توقعی را کرده نمیتانیم که ما به یک جای برسیم که منزل مقصود با ما باشه. صرف به خاطر از این که یک یادی از افغانستان در اونجا میشه و این هم که سازمان اسلامی که است که در مورد افغانستان، در مورد مسائل اقتصادی، در مسائلی که با خود امارت اسلامی، یعنی یا میتونن که بعضی مشوره ها و بعضی چیزهایی که با سود افغانستان باشه و با خودی از وا برشان ای طور یک دلچسپی خاصی نیست. مثلا ما شما ببینیم که در طول تقریبا اضافه تر از نیم قرن موضوع فلسطین است، همه سازمان اسلامی در مورد ازی ای طور یک اقدام را نکده که
ما زو تم توقعی بیشتری داشته باشیم. صرف موضوعی که یاد از افغانستان میشه و در اونجا یگان تصامیم گرفته میشه، خصوصا در مسائل اقتصادی که فعلا مردم افغانستان دوچار اینمی مشکل زیاد است، او سیاست های کلان که است، تمام اینمی سازمان ها در زیر اثر از اونها ما کار میکنه و ای تو یک استقلالتی که فعلا افغانستان داره و نداره به خود. و اینمی موضوعی که امارت اسلامی مسئولینش با اینمی ممالک اسلامی که مثل که فعلا اینمی روابط جریان داره، اینمی شما میبینیم کنسلگریا در اونمون نماینده امارت اسلامی میره، از رای تفاهم با تنهایی و باز که وا در مجموع یک نظر خود شریک میکنه با سود افغانستان است، چرا که برای جهانیان همیشه امارت اسلامی و افغانستان اینطور یک جزیره وحشت تشریح کرده به خاطر اهداف شخصی خود و این اهداف شخصی از و تعالی هیچ نتیجه از این به دست و ناورده و نه برای کسی نشان داده که افغانستان واقعا اینطور یک چیزی است یا نیست. اینمی سازمان اسلامی میتونه اگر مخلصانه در مورد افغانستان تمام حقایق برشان معلوم است، یک گام مثبت را ورداره، ایتوری یک گامی که او قدر ما توقع بیشتری هم نداشته باشیم تا بتانه که یعنی روابط ما با جهان به یک شکل بسیار رمطور قسم پیش بره که از اینمی مشکل اقتصادی، از اینمی مشکلاتی که فعلا پیسای افغانستان و منجمد است، دیگه مسائل تجارتی ما تقریبا بسیار چیز پیش میره، مردم مدعی تو در سردرگمی انداخته، افغانا کلگی در تشویش عزیز که خارجی باست در مورد ما چی تصمیم میگره. اینمی سازمان های اسلامی است که میتانم من حیث افغانستان هم یک مملکت اسلامی که یا در مورد عزیز با جهانیان هم یک حقیقتی تصویری حقیقتی از یار باید برای از ما نشان بده. بسیار تشکر، انشاءالله با شما برخواهیم گشت. مختار صاحب، همون قسم که در مقدمه گفتم، ما این 49 نشستی است که سازمان همکاری اسلامی برگزار میکند، از دید شما نتیجه 49 نشست، 48 نشست دیگه چی بوده و این نشست از دید شما چقدر میتونه سودمند باشه مخصوصا به افغانستان در شرایط کنونی؟ سلام به شما و به مهمانان بزرگوار شما و از طریق شما به ملت مسلمان و مجاهد افغانستان. اگر ما از لحاظ سیاسی و قوت‌های هژمونیک به کنفرانس اسلامی یا کشورهای اسلامی نگاه بکنیم، هیچ چیزی و هیچ دستاوردی در طول تاریخ خود نداره. اگر ما به شکل سمبولیک و سیاسی ببینیم، قطعا یک سازمان مهم است در دفاع از کشورهای اسلامی، میتونه مفید و مؤثر در بعضی موارد باشه. اما اجازه بدین دو نکته از آدرس ملت خود و در روشنی منافع ملی خود و در روشنی ارزش‌های دینی و تاریخی خود به عرض شما برسانم. بفهمید. افغانستان که زمانی توسط ایالات متحده امریکا اشغال شد و 150,000 ارتش تا دندان مسلح سرزمین ما را گرفت، اینجا زندان ها را از افغان ها پر کرد و به صدها تن و به هزارها تن بمب بالای ملت ما ریخت، موقف کشورهای اسلامی در قبال افغانستان خاموشی بیش نبود، بلکه اکثرا کشورهای اسلامی با قوتها و قدرتهای هژمونیک به طرف مخالف قرار گرفت و از ملت ما و مردم ما حمایت نکرد. به این صورت امروز و دیروز، دیروز منافع ملی ما در این بود که ایالات متحده امریکا سرزمین ما را بلا قید و شرط رها بکنه تا ما صاحب یک نظامی که از بطن و متن و ارزش‌های دینی و اسلامی تاریخی و هویت ملی ما باشه، یک نظام باید به میان بیاید که الحمدلله امروز ما صاحب یک نظام به اسم امارت اسلامی افغانستان هست.
از طرف دیگر امروز استراتژی و پالیسی یا سیاست استراتژیک امارت اسلامی افغانستانی است که ما با جهان اسلام روابط دوستانه می خواهیم. تصویری که ایالات متحده آمریکا و میدیای ظالمانه غرب و رسانه های گروهی که در هر کشور به میلیارد دلار به سرشان مصرف می شد، تصویر یا تصوری که از مردم افغانستان و از امارت اسلامی به جهان اسلام داده بودن، او تصویر منفی بود. اما امروز این تصویر آهسته آهسته در سطح جهان به طرف تغییر است. ما یک ملت آزاده هستیم و با ارزش ها، با تاریخ بسیار کهن، در قبال منافع ملی خود و ارزش های ملی خود حاضر هستیم با تمام جهان رابطه داشته باشیم. کشورهای اسلامی، کنفرانس اسلامی در قبال قضیه فلسطین ناکام بود، در دارفور ناکام بود، در مسئله یمن ناکام بود، در بوسنیا کشورهای اسلامی موقفشان حتی در حد نبودن که سربیا را محکوم بکنن. امروز قدرت‌های هژمونیک در منطقه بسیار بزرگ پیدا شده. پالیسی افغانستان در چند محور، اگر اجازه بدین که به نفع افغانستان است، من این مختصر خدمت دوستا و ملت خود به عرض برسانم. یکی که ما به یک سیاست متوازن و بیطرف بین همسایه های خود هستیم و در یک سیاست متوازن و بیطرف با کشورهای اسلامی و قوتها و قدرتهای هژمونیک در منطقه هستیم. به این معنا که افغانستان نمیخواهد که جنگ استخباراتی ایران و سعودی میدانش افغانستان باشد. افغانستان نمیخواهد که جنگ استخباراتی ایالات متحده آمریکا و روسیه در سرزمین و جغرافی افغانستان باید میدان رقابت‌های استخباراتی و سیاسی باشد. بلکه افغانستان میخواهد در یک سیاست متوازن بین قدرت‌های هژمونیک جهان و قدرت‌های منطقه سیاست متوازن و بی‌طرف را معرفی بکند. از طرف دیگر بهترین گزینشی است که کرسی کشورهای اسلامی و امارت اسلامی افغانستان که نماینده از این ملت است، از بطن مردم بیرون شده و صدها هزار قربانی دادن و بالاخره آزادی، عزت، شرف و وقار خود را، تاریخ خود را دوباره احیا کردن، افغانستان را از تجزیه نجات دادن، امروز روزش فرا رسیده که کشورهای کنفرانس کشورهای اسلامی که ای کرسی را و عضویتش را به امارت اسلامی افغانستان بلا قید و شرط تسلیم بکنن و از طرف دیگر امارت اسلامی افغانستان نمایندش باید اینجا حضور داشته باشه تا تصویری که ما از یک نظام اعتدال، یک نظام معتدل، از یک نظام موفق، از یک نظامی که با اصول دین و با ارزش‌های اسلامی برابر است، در سطح جهان از افغانستان و نظام خود نشان بدیم. بله، بسیار زیاد تشکر. صادقیار صاحب، می خواهیم بدانم که در رابطه با اینکه این سازمان چقدر کارایی داشته و مشخصا در مورد فلسطین چی کرده یا چی نکرده، آقای مختار هم اشارات داشت، ولی از دید شما چطور میشه این سازمان و جایگاه خودم قسم که سازمان همکاری های اسلامی است و مشخصا در این نشست گفته شده که اقتدار کلید امنیت و ثبات است، بتانه تامین کنه و مشخصا بتانه از مشکلاتی که عملا در فلسطین جریان داره حداقل جلوگیری کنه یا امو وضعیت واقعی و عینی را بتونه با دنیا از طریق این قسم نشست ها پیشکش کنه یا برخشان بکشانه؟ خود سازمان همکاری اسلامی، بله، قبلا اشاره شد از طرف مختار صاحبم هم، بله، که از یا باید ای تمام توقعی را نداشته باشیم. این سازمان های است سمبولیک، بله، و سازمان های است که فقط به یک شکل نمایشی کارای خود میکنه. مهم گپ از خود ما، خود افغان است، که افغانا یک قومی از غیور، امو ممالک مغرز و اشغالگر، و هیچ وقت نمیخواد که ای طور یک خار چشم یا در دنیا بمانه. مقصد و هدف از او اصلا یه است و او تعداد فروخته شده های هر ملک یا از وطن ما که در نظام های مختلف همین مورایشان تبدیل شدن، همین ملت غلط معرفی کردن و بادارایشان غلط معرفی کردن.
آلی آیستا آیستا ما باید امارت اسلامی اگر بتانا که به نمی راستہ مثلی که فیلن سیاست روان است، باید ما یک سیاست بی طرفانه و سیاست غیر منسلک، یک سیاستی که ما دنیا را قانی به این ساخته بتانیم که ما به هیچ کس ضرر نرساندیم، نمیرسانیم و نه در آینده خواهد رساندیم. چرا افغانا یک قومی است که هرگز با قیمت سر شوا دشمن را از عقب خنجر نمیزنه. به توسط اینمی سازمان اگر امی حقایقی افغانستان را به جهان منعکس بکنه، ای یک دستاور دی کلان است. دیگه توقعی ما از یا نباید داشته باشیم و نه یا یک قدر رول مهمی دارن. بله. اصلی کلیدی امی کل قضایا دا دستی امو باداری که خود بادار می تراشا امریکا دا دستی از اوست. بدون حرکت امریکا یعنی هیچ کس، هیچ سازمانی که خود مختار باشه نیست. این صرف یک گپای شعاری است، چیزای سمبولیک است. ما باید چه رقم بتانیم که به شکلی روابط خدا با ما تمام ممالک اسلامی برقرار بسازیم و انمی ایدیا و انمی پالیسی خود را به شکلی تحریری ما به جهان پیش بکنیم، استراتژی خدا، پالیسی خدا که امارت اسلامی افغانا چی میخواید؟ بله. این تعریفایی را که یا میکنه در مورد انقلابا و در مورد شعارای رنگارنگ به نام اشغال، این چیزایی است که به این همه گی میفهمه. حالی موضوع ده ای است اگر حق زور باشه، بله، ما ملت بیچاره 45 سال با کدام جرم، بله، ما ملت ما تباه شد، ملت ما، وطن ما تباه شد و به هیچ عنوان هیچ اشغالگر یعنی از هیچ نوع ظلمی دریغ نکردن با ما کردن و فعلا این ظلمی که فعلا در اینجا جریان داره، بلی، من حیث مسلمان، او مسلمانی واقعی، بلی، اگر ممالک اسلامی است اگر دیگه است، من حیث بشر فعلا این ظلمی که روان است از او ظلم کده بدتر است. چرا که وطن ما با دست خود افغانا که از قریه و قصبات خیستن 20 سال شهید دادن، تیکه تیکه شدن و فعلا در وطن ما الحمدلله، یعنی شما میبینین شفخانه، در این شفخانه نوبت نبود از جنازه، حالی در اونجا سرویس جرایی بیخی فعال جسته، کلش الحمدلله داخلی چیز است. بخاطر ازی که ما یکی دیگه خدا نمیکشیم، ما را کس به رسمیت نمیشناسه، اگر ما کشته را شروع کنیم باز پیسه هم هست، باز شناخت هم هست. باز پس ما باید اول پالیسی خود بسازیم، ملت ما ملت سازی خود بکنیم، ملت ما باید با یک کلمه لا اله الا الله محمد رسول الله و با می قرآن کل ما باید منسجم شویم و وطن خود خود ما بسازیم و با جهانیان امیر ثابت بسازیم. نشوه یک تعداد کسایی که سر و صدا از بیرون می کشه، این قطعا به سود افغانستان. تشکر صادقی استاد. استاد الهام، صحبت های صادقی استاد به شما شنیدین در مورد کارایی همچه سازمان ها و سایر سازمان های بین المللی گفتند، واقعا از دید شما باید با این سازمان ها پشت کرد یا داشتن رابطه با این سازمان ها یا حداقل حضور نماینده افغانستان در این سازمان ها چقدر میتونه موثر باشه، مخصوصا در قسمت بازتاب واقعیت های اینی داخل افغانستان؟ سازمانو که ی دوی په غونډو کې شراک د افغانستان پر خورا زیات حیاتي ارزښت لري. بله. نن سبا چې نړۍ سره زموږ تعامل په ټپه درېدلی دی، یو بنبست حالت کې قرار لرو، موږ نسو کولی چې خپلې غوښتنې، خپلې طرحې نړۍ سره شریکې کړو، هغوی سره موږ جلسات ولرو، نو په لحاظ دا کنفرانسونه په دې وخت کې خورا ارزښت لري چې موږ هغه تشویشونه چې نړۍ لري، هغه تشویشونه چې هېوادونه لري، موږ د هغوی په دغه ډول کنفرانسونو کې هغه موږ د هغوی تشویشاته تشویشونه رفع کړو، یا په حاشیو کې ورسره جلسات ولرو، د هغوی سره زموږ خپلې غوښتنې ورسره مطرح کړو، همدارنګه د خپل پالیسیان یې لکه هغوی ته تشریح کړو. نو په لحاظه ډېر زیات خورا حیاتي ارزښت لري. که چیرې دغه سازمان عملي حیثیت لري که نه لري، خو دغه یو فرصت ده، یو زمینه ده چې دومره تعداد باندې اسلامي هېوادونو استازي راټولیږي او په دې کې
بیا موږ ته لکه چیرې فرصت راکړل سي او دغلته اسلامی امارات وکولی سي چې د خپل ملت څخه استازیتوب وکړی سي او خپل پیغام دوی ته ورسوي او دوی تشویش رافکي. لکه تاسو چې یادونه وکړه چې منفي ذهنیت جا سوی، نو منفي ذهنیت په دغه جلساتو کې مثبت ذهنیت باندې بدلیږي. که چیرې دغه فرصتونه مس کیږي یا موږ نسو کولی چې دغه فرصتونه استفاده وکړو، یا هم اسلامي هیوادونو همکاریو سازمان موږ ته لکه دغه چوکۍ یا دغه فرصت نه برابري، نو فلهذا به څنګه وکولی سو چې دوی غوښتنې ترلاسه کړو او موږ خپلې غوښتنې دوی سره شریکې کړو، د دوی پیشنهادات ځان سره ولرو او د دوی تجهیزونه موږ رفع کړو. نو فلهذا سازمانونو کې یا په غونډو کې اشتراک اسلامي امارات لپاره خورا ارزښت لري. که دا اسلامي همکاریو سازمان اوسي، یا د سارک منطقې سازمان اوسي، یا بل سازمان اوسي، یا هم نړیوال سازمان اوسي، اسلامي امارات که زموږ غوښتنه همدا ده، پیشنهاد هم همدا ده چې وزارت خارجه نه په ځانګړي ډول باندې چې وکولی سي چې دغه سازمانونو سره نږدې روابط ولري، او وکولی سي چې په دغه سازمانونو کې اشتراک وکړی سي، یا هم هغوی ته قناعت ورکړ سي چې په دغه کنفرانسونو کې دوی ته ونډه ورکړ سي. اسلامي همکاریو سازمان لکه مخکې ستاسې یو پوښتنه مطرح کړه چې د اسلامي همکاریو سازمان ولې نسي کولی چې د فلسطین یا د اسلامي نړۍ ستونزو ته قاطي او ځوابګو واوسي. اساسي بحث دا ده چې په اسلامي نړۍ هیوادونو کې یو اتفاق موجود نه ده. موږ یو منطقوي رقابت د عربستان یا د عربي هیوادونو او د ایران ترمنځ شاهد یو. تر ډیره عربي هیوادونه د اسرائیلو سره دوستی ته ترجیح ورکوي نسبت ایران ته. فلهذا دغه یو رقابت د اسلامي هم با پوزش همی سازمان اسم همی سازمان سازمان همکاری های اسلامی است و بزرگترین مشترکات که همی بحث اسلام است داره. چرا فکر نمیکنین که همی سازمان بتونه این مشکلات حل کنه یا حداقل تمرکز کار بحث مسائل باشه؟ وقتی که موضوع اجندا بحث همی رفع اختلافات باشه و به او باعث یک موضوع اساسی و جدی موضوع پندشه شد و دو صورت باز میتونیم که به این موضوع رای حل پیدا کنیم. بس همی است که سازمان در مسئله را مورد بحث قرار میده که زیاد موضوعات سمبولیک و تشریفاتی است. اساسی مشکل اساسی که در جهان اسلام وجود دارد اما موضوع اختلافات است، رقابت منفی است بین قدرت‌های اسلامی منطقوی با ویژه سعودی عربستان و جمهوری اسلامی ایران است که ایران حراسی یک ابزاری است در دست امریکا و جهان غرب تا بتانه با واسطه اونا عربا را بترساند و از امتیازات و منابع اونا استفاده کنه. اگر چین موفق شود و کوشش های چین واقعی باشه و بین عربستان و ایران واقعا روابط نزدیک ایجاد شود، با دو صورت ما میتونیم که جهان اسلام علیه اسرائیل علیه مشکلات جهان اسلام در یک صف قرار بده. بس همی است که این کنفرانس ها که دایر میشه کوشش همی است که موضوعات تشریفاتی و غیر مهم را مورد بحث قرار بده، یا هم اگر موضوع مهم مورد بحث قرار میده در او اجماع ایجاد نمیشه یا اقدامات واقعی روی دست گرفته نمیشه. با می خاطر ضروری است موضوع مهم همی است که اختلاف بین جهان اسلام از بین بره، رقابت بین سعودی و عربستان از بین بره، عربستان و ایران از بین بره و روابط دیپلماتیک اینا اثر گرفته شو و جنگ های نیابتی که در یمن و لبنان در اینجا وجود داره او جنگ ها خاتمه یابه و کشورها ها بتاند که به مشکلات جهان اسلام رسیدگی کنه. از جمله مسئله اساسی افغانستان است. افغانستان هم ما ایر قبول میکنیم که لیلی هم ما نظام اسلامی داریم، لیلی هم آلی ما صلح و امنیت داریم، خو یک مشکل اساسی که ما به حیث یک نظام اسلامی فعلا با او رو برو هستیم مسئله موضوع مشروعیت جهانی امی نظام است که به رسمیت شناخته نشده است. ما نمیتانیم که امو خواسته های حقیقی خویش را که ملت ما داره در سازمان ملل متحد مطرح کنیم چونکه او در دست امی نظام نیست، همچنان در امو کنفرانس ها و سازمان هایی که منطقوی است در او موضوعیت خود
باعث د تعلیق آورده شده است. ما نمیتونیم در اونجا نیابت از کشور خود کنیم، ما نمیتونیم از ظرفیت های جهان استفاده کنیم، از کشورهای منطقی، حتی کشورهای منطقوی، حتی همسایه های ما از جهان غرب میترسد، نمیتونم با دست باز امرای ما همکاری داشته باشه، تعامل داشته باشه. و ما نمیتونیم که در این قسم یک وضعیت که عصر جهانی شدن است، عصری است که دو را جهان به حیثیت یک قریه را داره، دو نظام بدون از جهان، دو در این قسم یک عصر بدون از رابط با جهان بتانیم که مشکلات خود را رفع کنیم. ضروری و اساسی به امارت اسلامی امی بسیار مهم است، با کنفرانس اسلامی، با سازمان همکاری اسلامی بسیار مهم است که به ولی استاد الان فکر نمیکنین موقف امارت اسلامی در این بخش روشن بوده، گفته که میاراتی با رسمی شناختن در افغانستان پوره شده، امارت اسلامی خواستار تعامل مثبت با جهان است، که کشورها نمیشناسند مشکل خودشان از بر صورت. بسیار زیاد تشکر. امی موضوع را میخواییم یک بحث کوتاه داشته باشیم. موضوع رسمیت شناختن یک موضوع حقوقی است، خو در عمل این موضوع جنبی سیاسی داشته. بله. اگر در تاریخ ما ببینیم کشورها کشورهایی را به رسمیت میشناسه که منفعت و منافع سیاسی و اونا دو ایجاب کنه. فلی هذا اگر میارات حقوقی را ما فورا اهم کنیم، میارات حقوقی را ما را تکمیل اهم کنیم، تا وقتی که نتانیم از لحاظ سیاسی با جهان و تشویش های جهان را رفع کنیم، توقعات اونا را اگر در صورتی که مشروع باشه اونا را رفع نکنیم، با اونا رسیدگی نکنیم، در مورد او توجه نکنیم، ما نمیتونیم که جهان به این قانیم کنیم که ما را به رسمیت بشناسیم. امارات اسلامی گفته که ارزش های اسلامی را قربانی هیچ ارزش دیگر نمیتونیم. خب منتها مسئله می است، چیزایی که اسلام اجازه میده، چیزایی که ملت ما را میخواه و چیزایی که موضوعاتی که توقعاتی که جان شمول است و کل جهان او را میخواه با اسلام در تکر نیست، با دزاد با اسلام نیست. بله. او را باید امارت اسلامی او را باید قبول کنه تا بهانه به غرب نباشه که جهان به ایقانی کنه که امارت اسلامی را به رسمیت بشناسه. تشکر استاد، هم سلامت باشین. و آقای مختار، هم قسم که در مقدمه هم گفتم عنوان این نشست اعتدال، گفته که کلید امنیت و ثبات است. حالا میخوایم بدانیم که این سازمان از دید شما با چه راهکاری میتونه اعتدال را که کلید امنیت و ثبات میدانه عملی کنه در کشورهای اسلامی؟ اگر اجازه بدین ما عرایزی در رابطه به مشروعیت نظام داشته باشم در روشنی قوانین بین المللی. وقتی یک کشور در چارچوب منافع ملی خود یک نظام داره و یک جغرافی مشخص داره و حاکمیت و تری و جغرافی داره و کشور خود را از حرج و مرج نجات میده، یعنی به انارشیسم در افغانستان نمی باشه، به ذات خود یک نظام مشروع است. بگی ما را جهان به رسمیت میشناسه نمیشناسه، بحث منافع است و منافع است که قوانین را درست میکنه، منافع است که جنگ را به بار میاره، منافع است که تشنج را به میان میاره و منافع است که کشورها را با هم نزدیک میسازه، منافع است که کشورها را از هم دور میسازه. منافع ملت ما و مردم ما در چارچوب دفاع از نظام فعلی، یعنی نظام اسلامی افغانستان هست. به این معنا که نظام اسلامی افغانستان سناریو و فکر تجزیه را در افغانستان متلاشی ساخت. جزایر قدرت را در افغانستان برچید و یک سیاست متوازن و بیطرف در قبال همسایه ها و فرا همسایه ها سیاست بیطرف و استراتژیک خود را معرفی کرد. به این نقطه باید برسیم که منافع غرب در افغانستان چی است و منافع ما با غرب چی است. افغانستان یک کشور فقیر اما با معدنهای و مسائل بسیار قوی و غنی هست، اما در عالم اسباب یک کشوری هست که به معدنهای خود دسترسی نداره، با
به آب دسترسی نداره، ما میتونیم که یک ترانزیت بین المللی، یک چارای آسیا باشیم. در این نقطه باید بگویم که غرب از ما چی میخواه باید مشخص شود. ما هنوز هم نمیفهمیم که غرب در امور ما چرا مداخلت میکنه. ایالات متحده آمریکا در یک غلطی استراتژیک و سیاسی و بین المللی بر سر افغانستان تجاوز کرد و در نتیجه از این تجاوز 800 هزار نفر را کشت. برین شما ولایت جنوب را ببینین، به قریه و قصباتش بگردین و در اونجا ببینین که چی جنایت نبود که زیر نام چتر دموکراسی فاسد و فاجر به سر افغانستان نامد. جمهوری امریکایی را که خودشان آورده بود و برش اکمالات داده بود و خودشان در جامعه بشری بر از او لابی میکردن، بر رسمیت میشناختن، امو جمهوری قلابی، جمهوری امریکایی نمایندش امروز هم برخلاف تمام قوانین بین المللی و موازین بین المللی در سازمان ملل متحد بر حریکی چوکی افغانستان نشسته و از آدرس افغانستان در حال صحبت میکنه که یک جرب زمین هم در جغرافی افغانستان نداره. در حال صحبت میکنه که او حکومت به میلیاردها دلار را از افغانستان فرار داده. در حال صحبت میکنه که او حکومت در سطح جهان اینترنشنال ترانسپرنسی را پر میده که حکومت غنی و حکومت کرزی یکی از فاسدترین حکومت دوران بشریت بوده. او نمایندش عالم هست در اونجا صحبت میکنه. بهتر از ایالات متحده امریکا، منافع مایی است که ما با ایالات متحده امریکا روابط دوستانه داشته باشیم. تغییر استراتژی در رویه و اداب دیپلماسی و استخباراتی خود با افغانستان و مردم افغانستان داشته باشه. یعنی جغرافی امروز ما بر علیه ایالات متحده امریکا قطعا نیست و بر علیه هیچ کشور منطقه و فرامنطقه ما به خانه هیچ کسی تجاوز نکردیم. اینا بودن که به سرزمین ما آمدن. اگر از حقوق بشر حرف میزنن، شما برین از زندان بگرام بپرسین که حقوق بشر در اونجا چطور بود. برین از پنجوایی و بالابلوک بپرسین که کریستال بمها را در اونجا استعمال کرد، انسانها زنده آتش گرفتن. به این صورت غرب امروز در اون استراتژی غلطی که دیروز داشت باید در قبال افغانستان تغییر بده. موضوع کشورهای اسلامی ما و نظر امارت اسلامی افغانستان هم هست. کشورهای اسلامی میتونه افغانستان را قبل از همه کرسی که ملت افغانستان و نمایندش باید باشه، امارت اسلامی افغانستان باید اونجا بره و صحبت بکنه که ما یک نظام معتدل در چارچوب منافع ملی خود با در نظر داشت ارزش‌های اسلامی و اصولی و تاریخی خود با هیچ کشور مشکل نداریم. در رابطه با رقابت‌های بین ایران و سعودی قطعاً وجود داره، اما کشور ما چون در یک نقطه استراتژیک جیواکنامیک قرار داره، رقابت‌های ایران و سعودی باید در جغرافی افغانستان اصلاً وجود نداشته باشه. به این معنا که جنگ‌های استخباراتی دیروز افغانستان را ویران کرد. در زمان جمهوریت اجازه بدین بگویم که استخبارات و اطلاعات تمام جهان در کابل بود و اینا اینجا جنگ‌های استخباراتی داشتن، جنگ‌های نیابتی داشتن، افغانستان را به طرف تجزیه می‌بردن، بین اقوام حرف می‌زدن، حتی برخلاف ترمینولوژی ملی افغانستان کار می‌کردن. نظام امارت اسلامی افغانستان به این جنگ‌های استخباراتی و نیابتی در افغانستان نقطه پایان را گذاشت. ما منافع ما با کشورهای اسلامی است که ما یک کشور مسلمان و مجاهد هستیم. با کمونیست ها هم درگیر شدیم در کمربند ملت ها و کشورهای اسلامی تا نیستیم کمر ابرقدرت مثل روس که اتحاد جماهیر شوروی نام داشت از بین بردیم. ناتو را هم در اینجا زمان ناتو و ایالات متحده امریکا با افغانها نشست، زمانی که از کشتن ما، از بستن ما به تنگ آمد، دیگه فهمید که در افغانستان را اشغال نمیتانه و
به یک مذاکرات حاضر شد و بالاخره از افغانستان بیرون شد. امروز سیاست منطقوی و سیاست بین المللی امارات اسلامی افغانستان تا جایی که ما معلومات داریم امی است که ما با سعودی، با کشورهای اسلامی و تمام کشورهایی که در اطراف و اکناف جغرافی ما قرار داره به یک سیاست متوازن با اونا رابطه داریم. ما هم می خواهیم در جغرافی به نام افغانستان قوانین خود را، بیرق خود را، تاریخ خود را، عزت خود را و هویت ملی خود را در چارچوب منافع ملی خود حفظ بکنیم. بسیار تشکر آقای مختار و آقای صادقیار. پیرامون ابعاد مختلف همچون شصها بحث شد و شما شاهد بودین. موقفی را که امارت اسلامی در رابطه با تصمیم یا برایند همچون شصها که بیرون میشه بعد از نشست یا همو پیام تصمیمی که اتخاذ میشه در همچون شصها، موقفی که امارت اسلامی در رابطه باید اتخاذ کنه از دید شما چی است؟ موقف امارت اسلامی در حال و قبلا و بعدا، بله، همین موقفش بهترین موقف است. افغانستان با هیچ کسی وابسته نیست، یک مملکت آزاد و اسلامی است و با هیچ کس دشمنی نمی خواهیم. شما خودتان می بینین که امریکایی خود اول قدرت و زورگویی خود همیشه استفاده می کنه، اما همین موقفی که ما فعلا داریم، اگر ممالک اسلامی، ممالک همسایه و همی توکن فرانسایی که جمع شد، اگر نماینده امارت اسلامی می بود، بله، خو همی صدای خدا و می رساندن، همی پالیسی خدا، استراتژی خدا می گفتن. وقتی که یک کس تو را موقع ازیرا نمی تا بناهن دایی تو را چارایی تو را ایلا می کنه که او زور خدا سری تو می قبولانه، بله. اگر نی خوب بری از وا، مثل که مختار صاحب گفت، تمام شبکه استخباراتی از وا در اینجا بلفیل فکر نمیکنید چرا دعوت نشد نماینده امارت اسلامی؟ خب گفتم گپ ده نمی است که کلشان از یک چیز او میخوره، بله، پالیسی ی چیزای کلش نمایشی است. د کدام مملکت اسلامی با کدام مملکت اسلامی یا تعالی همکاری کده تانسته، یک چیزای بله. تشریفاتی است، نمایشی جور کده که او هیچ درد را دوا نمیکنه. اگر هر رقم یا کنفرانس ها را بگیره، دیگر را بگیره، نه دردی را به کس دوا کده میتانه و نه کدام خیرش رسانده میتانه. بهتری گپی نمیسته که خود ایالات متحده امریکا باید با خود مسئولین امارت اسلامی، با وزارت خارجیش باید ارتباط داشته باشه، باید بشینه و از رای تفاهم که اجدا ما در اونجا گپ زدن، یی باید امرای ازیا بشینه و چی میخوایا ای را خو ما برتان به اطمینان میتم که افغانا هیچ وقت تسلیم کس نمیشه، اما ضرر هم به کس نمیرسانه. وقتی که کس سری افغانا تجاوز کنه، 20 سال تکنولوژی که در تمام دنیا است پیش شیراس در افغانا سینای خود سپر کردن، خود تیکا تیکا کردن و تسلیم پالیسیا و مو قوانین از وانه شدن، در آینده هم نمیشه. بهتر گپی است، خیر کلی دنیا ده اینمی است که با افغانا تعامل بکنه، افغانا را در آغوش بگیره و افغانا را بانه به زندگی خود. افغانا به هیچ کس نه مشکلی ایجاد میکنه. افغانا یک قومی بسیار مهمان نواز و یک قومی است که در طول تاریخ بالای کسی نه تجاوز کده و نه متجاوز است و نه به کس ضرر رسانده. مگر مشکل ده نه، مشکل ده خارجی است، ده خود افغانستان، ده مردم افغانستان، ده نظام افغانستان هیچ نوع مشکلی نیست. وقتی که تو با ما در میز مذاکره نمیشینی، وقتی که تو ما را در مورد ما تو کنفرانس میگیری، یعنی چندین کنفرانس ها گرفته شد و نماینده ما در اونجا نیست، خیلی کی اونجا نمایندگی میکنه؟ نماینده اصلی افغانستان اینمی افغان است و اینمی نظام است که فعلا در اینجا سر اقتدار است. هیچ وقت از ارزشای ملی و اسلامی تیر شدنی نیستن افغانا. بخاطر سایکو ما علی یک منافع مشروع داریم، یک منافع نامشروع. منافع مشروعی ما را خارجی بپذیره، امریکایا، و از وار ما منافع نامشروعش و نمونه منافع است که با دین ما در تکار است. افغانا خود سر دین خود امی 45 سال زندگی خود تباه کردن، اولاد خود از دست دادن، وطن خود اینمی تو ویران کردن، سر دین خود کردن. سری ازی خود نکردن که بالای کسی از کسی چیزی خیرات بخوایا و از کسی جزیه بخوایا.
ما را بهتری گپ و به خیر کلی دنیای نمیسته که افغانا را با مو افغانیتش به رسمیت بشناسند. و استاد الهام، فرصت هایی که دست میده در همچنان شصا در صورتی که به نمایندگی از امارت اسلامی افغانستان دعوت شده باشند، نماینده یا وزیر خارجه یا اشخاص دیگر، فرصت هایی که دست میده تا بتونه از او استفاده بهینه صورت بگیره و امارت اسلامی استفاده کنه از او فرصت، به نظر شما چی است؟ که چیرې اسلامی امارت ته د دې زمینه برابرېږي چې په دا ډول کنفرانسونو کې ونډه واخلي، نو دا د یو ښه فرصت ده. په دې کې اسلامي امارت کولای شي چې د بیانو له لارې خپل دریس تر مسؤلینو، د نورو هیوادونو تر مسؤلینو پورې، چارواکو پورې، د هغوی پالیسي سازانو پورې ورسوي، او همدارنګه کوم تشویشونه چې هغوی لري، د مختلفو ځانګړو جلساتو لري چې د کنفرانسونو په حاشیو کې دایریږي، هغوی ته لکه جواب وویل سي، هغوی تشویشونه رفع سي. اسلامي امارت صحیح ده چې واضح او ښکاره پالیسي لري چې د افغانستان خاوره به د چا په خلاف نه استعمالېږي. افغانستان یو متوازن سیاست غواړي، نه په نړیوالو رقابتونو کې او نه په متقي رقابتونو کې ونډه غواړي. نو په لحاظه دغه پالیسي په کل کې صحیح ده، خو په دې جزئیاتو کې بیا د هر هیواد تشویشونه باید لکه رفع سي. همدارنګه اسلامي امارت په نړیوالو سازمانونو کې، په منطقوي سازمانونو کې ونډه غواړي، خو دې سازمانونو اساسنامه باید مرور سي. اساسنامې ته د شرط حق داخل سي، که چیرې داخلېږي نه هغه باید تایید سي. اوس مثلا تاسو ته وایو، که چیرې موږ وایو چې د ملګرو سازمان چوکۍ موږ ته راکړل سي، نو د ملګرو سازمان منشور آیا ټول مادې د اسلامي امارت د منلو وړ دي نه دي؟ د ملګرو سازمان کومه اعلامیه دوی ته د منلو وړ ده، کومه یو نه ده؟ د بشر حقوقو نړیوال اعلامیه په کل کې دوی ته د منلو وړ ده که یا د شرط حق ورته داخلي؟ دا ټول مسایل لکه باید واضح سي. دا ټول مسایل په ارتباط هغوی ته قناعت ورکړ سي، هغوی سره تفاهم ته ورسېږي، باید له هغه نه کول چې په نړیوال رسمیت پېژندنه کې، په نړیوال سیاست کې او په نړیوال تعامل کې پیشرفت ترسره کړو. مسله دا ده چې اسلامی امارات تلکزمون پیشنهاد هم داده به حیث دی یو تن دی اتباع دی دولت، به حیث دی یو تن شهروند دی دی افغانستان. مسئله داده چې مونږ نه وایو چې دی غرب او دی نړۍ ټولې غوښتنې پرته له کوم غور او بررسي څخه هغه باید ومنل سي، بلکې مونږ وایو چې دی که چیرې دغه مشکل، دغه بنبست په دې شکل حل کیږي چې هغه غوښتنې چې اسلامي شریعت سره په ټکر کې نه دي، او د ملت او د هیواد او دولت د منافعو سره په ټکر کې نه دي، هغه باید ومنل سي. لکه مونږ تاسې ټوله که د دې بحث ګډونوالو دا خبره وکړه چې امریکا مغرضه ده، امریکا د غرض او مرض لري، افغانستان نظام ته ستونزې جوړوي، نو په دې صورت کې چې مونږ پوهېږو چې یو ملک په دې لابي کوي چې ټول نړۍ مونږ په رسمیت ونه پېژني، نو مونږ باید کوشش وکړو هغه بهانې چې امریکا دغه نه استفاده کوي او نړیوال ته قناعت ورکوي چې دا نظام باید په رسمیت ونه پېژندل سي، هغه بهانې لکه له منځه یوړو چې امریکا په دې خپل پلان کې ناکام وکړو. نو په لحاظ د هغه وخته کېږي چې مونږ هغه مشروع غوښتنې د ملت ومنو، هغه لکه د مسله د زده کړو ده، مسله د تعلیم او د کار ده، هغه مشروع غوښتنې چې د ملت دي هغه هغوی ته په اختیار کې ورکړل سي. نو په لحاظه په دې صورت کې به نه امریکا وکولی سي چې نړۍ ته بهانه جوړه کړي چې اسلامي امارت دغه دغه بشري حقوق نه دی مرد کړي یا د خلکو دغه حقوق یې نه دی ورکړي. نو په لحاظه امریکا بیا نه سي کولی چې نړۍ د اسلامي امارت پر وړاندې په یو صف کې ایجاد کړي. نو په لحاظه په دې صورت کې دا ښه ستراتیژي دا ده چې مشروع غوښتنې ورکړل سي، بهانې چې کومې دي هغه ختمې سي، باقي له هغې خواته نه امریکا ته په لاس کې د لابي دپاره کوم موضوع بهانه پاتې نه وي. نو په دې صورت کې به اسلامي امارت وکولی سي چې دغه رسمي پیژند ترسره کړي. او دې کې لکه مونږ باید د اسلامي امارت څخه ډېره توقع ونه لرو، یا نړۍ څخه لکه په دې بار کې ډېر پیشرفت توقع ونه لرو. که چیرې مونږ تاریخ ته مراجعه وکړو، د امان الله خان په وخت کله چې برتانیې څخه دغه موضوع وضع کوم، برتانیې څخه خپلواکي ترلاسه کړله د لاهور پنډي د معاهدې په اساس باندې، تر دوه کالو پورې نړۍ ډېرو هیوادونو مونږ په رسمیت نه پېژندلو، زړه یې نه ښه کوو، تر څو د کابل د سولې معاهده چې د برتانیې سره لاسلیک سول، هغه نه وروسته نړۍ په دې قانع سوه چې اوس افغانستان سره کولی سو تعامل وکړو. نو د ډېره مهاله یو قوي او پیاوړی هیواد چې یوه ساحه کې هلته لکه هغه ساحه یې اشغال کړي اوسي، هغه چې هغه ساحې نه وځي، تر ډېره وخته پورې هیوادونه دې دپاره چې هغه قوي هیواد سره دوی تعاملات خراب نه سي، ضعیف هیواد اشغال شوی هیواد سره مستقیم تعامل نه کوي. نو په لحاظه یو ډول هغه د نغد نفوس ساحه ګڼي. نو په لحاظه په دې وخت کې کولی شو تکتیکي اقدامات ترسره کړو، وکولی شو چې بیا لابي ترسره کړو، هیوادونو ته قناعت ورکړو، په کنفرانسونو کې اشتراک وکړو، هغوی سره جلسات. تشکر آقای الهام، پاسخ ما گرفتم و
مختار صاحب، به عنوان آخرین سوال اگر در ظرف 2 دقیقه جمع‌بندی هم کنین، سوال مشابه را از شما هم بپرسم. جدا از اینکه کشورها با تدویر همچون نشست‌ها به دنبال چی هستن، در این قسم نشست‌ها فرصت‌هایی که دست می‌ده و مشخصا امارت اسلامی بتونه از او استفاده کنه به سود خود چی هست از دید شما؟ دو خبر رو تا باید دلتا دیر عمیق او دقیق شو. ایالات متحده امریکا دل پاره چه دلتا دی انجونو شوانزه ترلی افغانستان پا رسمیت نپیجنی ده یو بحانه او پلمه دی. ایالات متحده امریکا خپل خلکو تی دروغ ویلی. پا تیرو شلو کلونو که دیوار انده ترور ترنون نامه لانده چی کم پیسی دی امریکا دی خلکونه تک سخیشتی چی دلتا ترورستان منگوشنو خپل ملت تا دی ایالات متحده امریکا حکومتونه مخ نلری. دویم داده چی ایالات متحده امریکا پا افغانستان که دی خپلو منافیو پلاته که دی. بله. هغه منافی په افغانستان کې دادی چې افغانستان نظام باید دوی لپاره دوی د منافیو لپاره تهدید نه وي. امارت اسلامی افغانستان د یو ناپېلې متوازن بیطرف ستراتیژیک سیاست په نتیجه کې د ایالات متحده امریکا سره ښه روابط غواړي، خو قطعا زموږ روابط به په دې معنا نه وي چې موږ د روسانو او د چینایانو سره په فاصله کې راسو. د متوازن او بیطرف سیاست معنا دا دی چې د روسانو د چینایانو او د ایالات متحده امریکا په منځ کې موږ هغه تناسب مراعت کړو کوم چې زموږ ملک او زموږ د منافعو لپاره مفید، مؤثر او اغیزمن وي. آخري موضوع دلته دا دی چې افغانستان پرون هم د ایالات متحده امریکا لپاره، د پاکستان لپاره، د ایران لپاره، د هیچ چا لپاره تهدید نه و. موږ په خپله د تروریزم، د نړیوال تروریزم قربانیو. که افغانان د ایالات متحده امریکا سره جنګېدلي، بل هیڅ لاری نه درلود پرته له دنه چې خپل سیاسي، تاریخي او ځمکنۍ بشپړتیا نه دفاع وکړي. د هر یو آزاد خپلواک ملت حق دی چې اجنبي خپل خاورې ته پرې نږدي. موږ مطمئن یو چې ایالات متحده امریکا زر یا زنډ خپل ستراتیژي کې به تغییر راوړي او افغانستان به د سیاسي، اقتصادي او نړیوال انزوانه ووځي. د نجونو مکاتب او مدارس خلاصول د افغانستان په نفع دی، خو دا د ایالات متحده امریکا مسؤلیت نه دی، دا د افغانستان د اسلامي نظام مسؤلیت دی چې په ده حق له کار وکړي. بسیار زیاد تشکر مهمانان گرامی، آقای مختار و همچنان آقای الهام و آقای صادقیار از حضورتان. از شما بینندگان گرامی نیز سپاسگزاریم. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.